امروز میخواییم داستان دختری رو براتون تعریف کنیم که بعد اینکه با یه پسر دوست میشه، مادر و اطرافیانش به خاطر چیزایی که از اون یارو شنیدن ازش میخوان که باهاش نگرده، اما اون حرفشون رو گوش نمیده تا اینکه آخر داستان مثل سگ پشیمون میشه. به کانال فیلم استوری خوش اومدین. امروز میپردازیم به داستان فیلم House at the End of the Street. در ابتدای داستان و توی خونه یه دختر چشمابی به نام کری رو میبینیم که نصف شب از اتاقش میزنه بیرون و بعد اینکه مادر خودش رو میکشه میره سراغ پدرش و اون رو هم کتبسته تحویل حضرت عزرائیل میده. بعدش فیلم ما رو میبره به 4 سال بعد و تو همون محله ما یه مادر و دختر به نامهای الیسا و سارا رو میبینیم که دارن به خونه جدیدشون نقل مکان میکنن و مرد بنگاهی که همسایه‌شون هم هست میاد و در خونه رو براشون باز میکنه. یکم بعد الیسا چشمش به خونه ای میفته که 4 سال پیش یه دختر توش پدر و مادر خودش رو سلاخی کرده بود، اما مادرش بهش میگه اون خونه خالیه و به خاطر همون خونه است که اینجا رو با کرایه کمتر اجاره کردیم. شب که میشه در حالی که سارا خوابیده یه صدایی میشنوه و بعد بیدار شدن میره پشت پنجره، اما ناباورانه میبینه که یکی از چراغای اون خونه روشن میشه و همین اتفاق باعث ترس سارا میشه. صبح روز بعد اون به همراه دخترش الیسا میره پیش همسایه هاشون و بعدش اونا از الیسا میخوان که بره با پسرشون تیلور آشنا بشه. یکم بعد سر میز ناهار همسایه ها راجع به اون خونه حرف میزنن و اینجا سارا و الیسا میفهمن که پسر اون خونواده مدتیه که برگشته تو اون خونه و همین موضوع باعث نگرانیشون میشه. همسایه ها میگن 4 سال پیش یه دختر بعد قتل پدر و مادرش فرار کرد تو جنگل و دیگه هیچ وقت پیدا نشد و تازه بعضی ها اعتقاد دارن که اون دختره هنوزم تو جنگل زندگی میکنه. خلاصه الیسا بعد فهمیدن این جریان حسابی میترسه و موقع برگشتنشون میبینیم که انگار یه نفر داره داخل جنگل بهش نگاه میکنه. روز بعد تو مدرسه تیلور میاد پیش الیسا لاپا سرشیری و بهش پیشنهاد میده که امشب باهاشون به یه پارتی بره و الیسا اولش میگه نمیام، اما بعد اینکه میفهمه شب مادرش تو بیمارستان شیفته قبول میکنه که همراهشون بره. اون شب تو مهمونی الیسا میره تو یکی از اتاقا و بعد اینکه میبینه یه دختر به نام جیلیان حسابی سگمست کرده، تیلور میاد سراغش که ترتیبشو بده، اما الیسا میرینه به هیکلش. بعدش الیسا تنهایی تو جاده راه میفته که برگرده خونه، اما یه دفعه یه ماشین از کنارش رد میشه و میزنه دنده عقب و اینجا ما میفهمیم که اون پسر رایانه، همونی که 4 سال پیش خواهرش دخل پدر و مادرش آورده بود. اون از سارا میخواد که برسونتش خونه، اما اون میگه خودم میرم، ولی به خاطر اینکه بارون شروع به باریدن میکنه مجبور میشه سوار ماشین رایان بشه. تو مسیر رایان خودشو به الیسا معرفی میکنه و میگه من مدت هاست که اینجا نبودم و اومدم خونه پدریمو سر و سامون بدم تا بتونم بفروشمش. یکم بعد رایان الیسا رو میرسونه در خونه شون و الیسا بعد اینکه میره داخل به مادرش میگه رایان منو رسون و به خاطر همین مادرش از این موضوع بد جوری ناراحت میشه. بعدش فیلم ما رو میبره تو خونه رایان و میبینیم اون یه ظرف غذا رو میبره تو زیرزمین و بعد اینکه به در یه اتاق میرسه با کلیدی که قبلا گذاشته رو در بازش میکنه و میره داخل، اما بعدش یه دختر بهش حمله میکنه و رایان هم مجبور میشه بهش یه داروی بیهوشی تزریق کنه. اینجا ما میفهمیم که اون کری خواهر رایانه و بعدش رایان راجب الیسا و مادرش بهش میگه و ازش میخواد که باهاشون کاری نداشته باشه. روز بعد تو مدرسه اون دختر جیلیان میاد پیش الیسا و بهش میگه من دیشب واسه اولین بار مست کرده بودم و بعدش برادرش و دوستشو بهش معرفی میکنه و از اونجایی که اونا تو کار موسیقی هن از الیسا دعوت میکنن که به گروهشون ملحق بشه. از اون طرف میبینیم که سارا از کلانتر اون منطقه راجب رایان سوال میکنه و اونم بهش میگه اون پسر بیگناهیه و زندگی سختی داشته و به خاطر همین من همیشه براش احترام قائلم. بعدش همزمان سارا به خاطر خارش سوراخ تحتانیش میره تو خونه رایان و ما همزمان با سارا اونجا چند تا کنسرو، یه بیسیم و چند تا نقاشی بچگانه رو میبینیم. خلاصه رایان خونه و عکسای خانوادگیشون رو به الیسا نشون میده و بعد اینکه الیسا راجب خواهرش ازش میپرسه، اون میگه یه روز که مادرم تو خونه چت کرده بود
من و کری داشتیم تو حیاط تاب بازی میکردیم، اما یه دفعه کری پرت شد رو زمین و این اتفاق باعث آسیب شدید به مغزش شد، جوری که دیگه نمیشد کنترلش کرد. یکم بعد الیسا برمیگرده خونه و میبینیم که رایان رفته پیش خواهرش تا دوباره بیهوشش کنه، اما موقع بیرون رفتن از اتاق یادش میره که درو پشت سرش قفل کنه. بعدش الیسا به مادرش میگه رفتم خونه رایان و اینجا مادرش فکر میکنه که اون با رایان خوابیده و ازش میخواد که دیگه دوروبر رایان نپلکه. از اون طرف کری به هوش میاد و میره سمت دره و میبینه به راحتی باز میشه و به خاطر همین راه میفته که از اون زیرزمین بره بیرون، اما بعد فرار کردنش رایان متوجهش میشه و میره دنبالش. اینجا کری میره سمت خونه الیسا و الیسا در حالی که مادرش رفته سر کار صدای یه ضربه به در خونه‌شون رو میشنوه، اما میبینه که همون دختر جیلیان اومده پیشش و همزمان هم میبینی که رایان کری رو گرفته. روز بعد سارا الیسا رو غافلگیر میکنه چون اون رایان رو واسه شام دعوت کرده خونه‌شون، اما وقتی میره دسر رو بیاره الیسا دست رایان رو لمس میکنه و سارا بعد دیدن این صحنه از رایان میخواد که از دخترش دور بمونه و هیچ وقت باهاش تنها نشه. اینجا رایان این موضوع رو قبول میکنه و پا میشه از اونجا میره بیرون و به خاطر همین میبینیم که الیسا از مادرش عصبانی میشه. روز بعد الیسا اتفاقی رایانو میبینه و ازش به خاطر رفتار دیشب مادرش عذرخواهی میکنه و بعدش ازش میخواد که با ماشینش برسونتش خونه. اینجا یاد ضرب المثل کونی که خارش میکنه خودش سفارش میکنه میافتیم، چون الیسا قبلا تلفن خونهشون رو انتقال داده رو گوشیش تا مادرشو دست به سر کنه و بعدش میبینیم که با رایان میره تو جنگل و بهش یه لب درست و حسابی میده. اون بعدش برعکس 99% دخترای ایرانی دست رایانو میگیره و میبرتش تو خونه خود رایان تا باهاش بخوابه، اما همزمان کری اون پایین سعی میکنه با استفاده از یه تیکه کارتون کلید درو به دست بیاره تا از اونجا بره بیرون و برینه تو عشق بازیشون، چون اون داره صداشونو از اون بیسیمه میشنوه. خلاصه کری موفق میشه از اون اتاق بره بیرون و وارد خونه بشه، اما تو همین لحظه که الیسا از دستشویی میاد بیرون رایان متوجه کری میشه و از الیسا میخواد که از خونش بره بیرون. تو همین لحظه اون پسر تیلور داره تو ماشینش با یه دخترش قهال میکنه، اما قبل اینکه کری بره سراغشون رایان میگیرتش، ولی باعث شکست شدن گردن کری میشه و بعد اینکه کلی واسش گریه میکنه جسدشو میندازه تو صندوق عقب ماشینش. از اون طرف مادر الیسا میاد و به خاطر رفتار اون شبش ازش عذرخواهی میکنه، اما اون نمیدونه که الیسا در اصل به خاطر اینکه رایان از خونش انداختتش بیرون ناراحته. خلاصه رایان بعد اینکه از شر جسد کری خلاص میشه میره به یه کافه و اونجا یه دختر به نام پگی که متصدی کافه هم هست واسش دوم تکون میده تا رایانو مجبور کنه که یه چیزی بخوره. اینجا قیافه پگی رو یادتون باشه چون به زودی باهاش کار داریم. بعدش رایان به الیسا زنگ میزنه و به خاطر رفتار دیشبش ازش عذرخواهی میکنه و اینجا الیسا ازش دعوت میکنه که به مهمونی امشب بره، چون اون قراره که با گروهشون توش موسیقی اجرا کنن. شب که میشه رایان میرسه به محل مهمونی، اما تیلور و چند تا دیگه از پسرا به خاطر اینکه رایان با پنیلاپا سرشیری دوست شده عصبانین و میزنن شیشه های ماشینشو میشکنن، اما بعدش که رایان میاد سراغشون میزنه پای تیلور رو میشکنه و بعد افتادن کلیداش از اونجا فرار میکنه. بعدش الیسا کلیدای رایانو برمیداره و با ماشینش میره سمت خونش، اما همزمان اون پسرا یکی از پرده های خونشو آتیش میزنن و بعد رفتنشون الیسا میره و با بدبختی خاموشش میکنه. تو همین لحظه مادر الیسا بهش زنگ میزنه چون تیلور رو بردن به بیمارستانشون و اینجا الیسا بهش میگه من خونم و میتونی به تلفن خونه زنگ بزنی تا مطمئن بشی، و میبینیم که سارا این کارو انجام میده، اما نمیدونه که قبلا الیسا تلفن خونه رو انتقال داده رو گوشی خودش. بعدش اون متوجه یه سری خرت و پرت عجیب توی سطل آشغال خونه رایان میشه و بعد اینکه از داخل زیرزمین اون خونه صدایی میشنوه اون در مخفیه رو پیدا میکنه و زمانی که واردش میشه به در اون اتاق میرسه و بازش میکنه، اما تو لحظه‌ای که کری بهش حمله میکنه رایان از راه میرسه و بیهوشش میکنه. اون بعدش دستای کری رو میبنده، اما اینجا ما میبینیم که فقط یکی از چشمای کری آبیه، در حالی که کری واقعی جفت چشاش آبی بودن، جوری که حتی تو نقاشیاشون هم چشمای
چشمای کری آبی کشیده شدن. خلاصه الیسا برمیگرده بالا و بعد اینکه یه لنز آبی رنگ رو دستش میبینه، شروع میکنه به گشتن سطل زباله خونه رایان. اما یه دفعه چشمش به کیف مدارک اون دختر تو کافه پگی میفته و تو همین لحظه رایان میاد اونجا و بعد اینکه میفهمه الیسا یه جورایی موضوع رو فهمیده، میزنه ناکوتش میکنه. اما میبینیم که تلفن الیسا میفته زیر کابینه. اون الیسا رو تو اتاق کری میبنده و بعدش بهش میگه وقتی بچه بودم کری به خاطر اشتباه من از روی تاب افتاد و مرد و خانواده‌ام همیشه منو مقصر این موضوع میدونستن. و بعدش اون تصمیم میگیره که اون دختر پگی رو بکشه تا الیسا رو بذاره جاش. بعدش سارا که صدای پیغامگیر گوشی الیسا رو میشنوه، میفهمه اون قبلا تلفن خونه رو دایورت کرده رو گوشی خودش و به خاطر همین از کلانتر میخواد که بره در خونه رایان و دنبال الیسا بگرده. همزمان رایان متوجه حضور کلانتر میشه و میره راجع به شکستن پای تیلور بهش توضیح میده و موفق میشه یه جورایی دست به سرش کنه. اما همزمان میبینیم که الیسا هم موفق میشه دست و پاشو باز کنه. یکم بعد کلانتر به خونه سارا زنگ میزنه و از اونجایی که میدونه اون خط دایورت شده رو گوشی الیسا، صدای گوشی الیسا رو داخل خونه رایان میشنوه و رایان هم بعد فهمیدن این موضوع یه چاقو برمیداره و میزنه چراغای خونه رو خاموش میکنه. بعدش کلانتر میره داخل، اما رایان غافلگیرش میکنه و چرتا چاقو میزنه تو شکمش و باعث مرگش میشه و میره سراغ الیسا. اما میبینیم که اون موفق میشه رایان رو تو اتاق زندانی کنه، ولی اون لاشی یه دونه کلید زاپاس همراهشه و در حالی که الیسا خودشو میرسونه تو پارکینگ، موفق میشه بیاد بیرون و با کلروفرم بیهوشش کنه. یکم بعد سارا هم میرسه در خونه رایان و رایان بعد اینکه الیسا رو میندازه تو صندوق عقب پیش جنازه پگی، میره درو برای سارا باز میکنه. اما تو همین لحظه الیسا موفق میشه از ماشین بیاد بیرون و بعد شکستن یه شیشه سارا صداشو میشنوه و رایان هم برای اینکه جلوشو بگیره یه چاقو رو فرو میکنه تو شکمش. اون سارا رو میبره تو زیرزمین و میبینیم که الیسا هم خودش رو یه گوشه مخفی کرده. اما بعد اینکه رایان متوجه فرار کردن الیسا میشه، میره دنبالش. اما الیسا اسلحه کلانتره رو برمیداره و باهاش رایان رو میزنه. آخر داستان هم میبینیم که سارا و الیسا تصمیم میگیرن اون محله رو ترک کنن و میبینیم که برایان هم هنوز زنده است و افتاده توی زندان مخصوص بیماران روانی. برای دانلود این فیلم میتونید به کانال تلگرام ما که لینکش رو براتون پایین صفحه و داخل دیسکریپشن نوشتیم مراجعه کنید.